خدمت همه شما بچه های عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. عیان به کام یه سلام ویژه تری دارم. سلام به هر بچه هایی که کم حالشون خوب نیست این روزا، یه کوچولو دچار ناامیدی شدن، همونطوری که توی اینستاگرام هم عرض کردم امروز رو اختصاص دادیم به این دوستان و قربونت. مرسی حمید جان. عرضم خدمت منور شما که یکم میخوایم با هم دیگه گپ و گفت بزنیم بچه ها. حالا درسته که اسمش رو گذاشتیم انرژی، ولی باز هم کماف سابق دلم میخواد که براتون یک عادت خوب بشه درست رفتار کردن و درست فکر کردن، و نمیخوایم اصلا ورود کنیم به مباحث انگیزشی اصلا، چون من همیشه اعتقادم بر اینه که بچه ها شاید بحثای انگیزشی تو لحظه حال آدم خوب بکنه، ولی تأثیر زیادی نداره. دقت که کردید مثلا فردا از یاد میره، پس فردا از یاد میره، یه روز دو روز تو ذهن آدم میمونه، تو فکر آدم میمونه، ولی متاسفانه تأثیرش خیلی زیاد نیست. یعنی یه جورایی میشه گفتش که مثل مسکن میمونه. مسکن درد رو دوا که نمی کنه، که فقط آرومش میکنه. درست. امروز ازتون خواهش میکنم از فضای کنکور یه جاهایی اصلا بیاییم بیرون، یه کمی فارغ از کنکور بیاییم فکر بکنیم دیگه. الان ماشاءالله هزار ماشاءالله تو این چند وقت من اعتقادم به اینه که قشنگ فهمیدین کنکور چی به چیه، کی به کیه، از کجا شروع میشه، به کجا میتونیم برسیم باش، چه ابزاری نیازه، اشتباهاتمون کجا بوده، نقاط قوتمون کجا بوده، کیا چیا میگن. ببین خیلی خبره شدید ماشاءالله برای بچه‌ای که شاید سال اولشون بود. نمیخوام بگم رفتارمون رفتار کاملا درستی بود، نمیتونم بگم خیلی حرفه‌ای برخورد کردیم، نه، ولی مطمئنن الانی که تو 22 بهمن ما هستیم صاحب یک تجربه بسیار درست و حسابی و مفیدی هستیم. بچه‌ها ببینید امروز دلم میخواد که فرض رو بر این بذاریم و بنا رو بر این بذاریم. سلام نوجان جون. بنا رو بر این بذاریم. سلام. بچه ها ببخشید اگه من سلام رو جواب نمیدم، یه سلام کلی به همه برای بچه های عزیز، قربونت بشم. عرض به حضورتون بکنم که فرض کنیم اولین روز همدیگر رو دیدیم، بالاخص ببین تاکید دارم میکنم با توجه به رابطه‌ای که من با شما برای بچه ها دارم، شاگردای خودم که سالیانامون هستیم و کنار هم دیگه ایم، شاید یه وقتایی با توجه به جنس رابطمون یه وقتی برای بچه ها تعارف کنه یه حرفایی رو با آدم بزنن، شاید احساس کنم باعث ناراحتی من میشه، شاید اگر یه جاهای کمکاری هایی بوده به علت حجب و حیای زیادی که تو شما هست شاید خیلی وقتا گفته نشه، شاید اگر یه قسمت هایی از برنامه اجرا نشده برای بچه ها مثلا نتونن به من بگن. یه واقعیتیه، میگم نمیذاریم به حساب اینکه خدای نکره کسی میخواد دروغ بگه، نه، فقط بحث حیات، چون رابطه خوبی بینم من و همه شما هست، ولی ازتون خواهش میکنم کارهایی رو که میگم رو انجام بدید، حتی من هم نگید. حالا این رو بهتون بگم، امروز فرض رو بر این میذاریم مثلا یک دوره جدید اولین بار سارنگین رو برون نشسته و شما همتون اولین روزیه که وارد مسیر کنکور شدیم، اصلا آقا ایران نبودیم، تازه دیشب رسیدیم، وسایلمون رو جمع و جور کردیم و از امروز میخوایم شروع کنیم به این ماجرا. خیلی خوب، روز اول بسم الله. حالا تو هر جا که شاگرد من هستین امروز رو اولین روز قرار میدیم. حالا اگر تونستیم بعد از این صحبت ها برای بچه‌ای که همدیگه رو فیس تو فیس میبینیم، برای بچه‌ای که حالا با همدیگه داریم کار میکنیم رو در رو، میتونید به هم بگید ایرادا رو با همدیگه یه جوری آنالیزش بکنیم. اگرم نبود نشود، یا اگر روتون نشود به اصطلاح، توی کارتون اعمال کنید صحبت‌های امروز رو، خواهش میکنم ازتون. ببینید بچه‌ها، قبل از اینی که هر صحبتی بکنم میگم هیچ چیزی این پشت ننوشتیم، هیچ تصویری ننداختیم، چون امروز دلم میخواد شما با چشم بسته به من گوش بدید، اصلا به من نگاه نکنیم، با چشم بسته به من گوش بدید. فقط یه قولی ازتون میخوام، یه جوری رفتار میکنیم تو این پنج ماه، یه جوری رفتار میکنیم تو این پنج ماه بچه ها، که حتی نزدیکترین اطرافیانتون، حتی کسایی که به شما خیلی نزدیکن، توی خونه دارن با شما زندگی میکنن، پنج ماه بعد یه آدم دیگر رو بشناسن، برای اینکه بفهمن تو کی هستی، کنکاش بکنن.
بگن این تغییر از کجا ایجاد شد، چه اتفاقی افتاد. ببین بچه‌ها، می‌خوایم واقع بینانه با هم دیگه مون صحبت بکنیم. امروز قراره که حالمون رو خوب بکنیم و این حال خوب تو روزهای بعد ادامه دار بشه و این جلسات انشالله تا آخر سال باشه و یه اتفاق بسیار درجه یک براتون بیفته. باز هم میگم نه توسط من بلکه توسط خودتون. هیچ کس هیچ کاری نمیتونه براتون بکنه بچه‌ها. امیر حسین داری اینجا رو عرض به حضورتون بکنم. بچه ازتون یه خواهشی رو که دارم امروز، بزرگواری بفرمایید سوالی نپرسید، چیزی رو عنوان نکنید، چون من حرف برای گفتن دارم و صحبت‌های امروز صحبتی نیستش که من بخوام به درازا بکشونم. سعی می‌کنیم که به قول معروف کم کم صحبت کنم که تو ذهنتون بمونه، ولی دلم میخواد کامل 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 ششدانگ به حرف‌های من گوش کنید. بچه ها چشمتون رو ببندین، سه تا نفس عمیق بکشید، قشنگ ریلکس، اصلا بیخیال اینجا کلاس نیست، من یه برادرم یه رفیقم دارم با شما حرف میزنم. چشمتو ببند، سه تا نفس عمیق بکش، به خدا توکل کن و حرفای منو گوش کن. این دفعه حرفای من سلیقه‌ای نیستش که بخوام بگم آقا به درد چهار نفر شاید بخوره، به درد دو نفر شاید نخوره، نه. حرفای امروز به درد همتون بلا استثنا میخوره و رو همتون میتونه تاثیر بسیار مثبت بذاره، چون میدونم همتون آدم‌های عاقلی هستین. بچه‌ها شروع میکنیم. برای هر مشکلی که تو این دنیا باش برخورد میکنیم که شاید مورد امروز ما، شاید دغدغه امروز ما، دغدغه کنکور، دغدغه 5 ماه آینده باشه، درست؟ برای حل هر مشکلی سه تا راه وجود داره. یک، بپذیریم اون مشکل رو. دو، تغییر بدیم اون مشکل رو. سه، بدش کنیم. از این سه تا حالت که بچه خارج نیست. تو شرایطی که هستیم یا بپذیریمش یا شرایط رو عوضش کنیم. اگه نتونستیم عوضش کنیم پس ولش کنیم. اما من اینو میخوام بهتون بگم، مطمئنم هیچ کدوم شما جز کسایی نیستین که بخواید ولش کنی. چون اگه میخواستی ولش کنی که الان اینجا نبودی، خب ولش میکردی. حاضرم نیستی بپذیریش، چون باز اگر میخواستی بپذیریش که باز الان اینجا نبودی، سریالتو نگاه میکردی. پس ببین نیرویی که تو رو الان اینجا رسونده، روبروی من رسونده، با چشم بستری حرف منو گوش میدی، مطمئنم که میتونه تغییری در تو ایجاد کنه که تا آخرشو درست و حسابی بری. ازت خواهش میکنم، چیزی که نمیتونی بپذیری و چیزی که نمیتونی ولش کنی پس حتما تغییرش بده. این تغییر در راستای خیر میتونه باشه برات. ببین هر کدوم شما بمب انرژی هستین، هر کدوم شما واقعا وجودتون یه انرژی وحشتناک زیادی توش داره. کاری اصلا گذشته نریم، بی خیال گذشته، تموش رو رفت به کارش. اگر قرار بر این باشه که من همش بخوام این فکر رو بکنم که آقا بله من این 5 ماه رو نخوندم، این 5 ماه چه اتفاقی میخواد بیفته، 5 ماه قبل 5 ماه بعد، بی خیال بچه‌ها اصلا این حرفا رو. تو نمیتونی با این سیستم زندگی بکنی، تو با این درصدها نمیتونی کنار بیای، تو با این شرایط نمیتونی کنار بیای که الان اومدی این روبرو وایسادی و داری منو نگاه میکنی و داری به حرف من گوش میدی، پس تغییرش بده. و تو اینو مطمئن باشه، اگر قابل تغییر نبود باز تو الان اینجا نبودی، پس یقیناً میتونی این ماجرا رو عوض کنی به نفع خودت. من اینو مطمئنم. اما راه داره، چند تا راه رو بهتون میگم بچه ها. باز نمیخوام بگم تو رتبه یک میشی، تو رتبه فلان میشی، نه، من حرف من با تو اینه، به خدا قسم تو موفق میشی تو این 5 ماه. شاید رتبه یک کنکور نتونی بشی، ولی یقین داشته باش، بارها گفتم آقا تو تو این زمان باقی مانده میتونی به یک نتیجه بسیار بسیار خوب دست پیدا کنی، بسیار بسیار خوب دست پیدا کنی. اما همیشه خدا یادتون باشه بچه ها، هر اتفاقی که برای اون میفته دست خودمونه، هر اتفاقی که داره برای سارنگ میفته دست خودمه. اگر تو امیر رضا منو قبول داری، من برخوردی کردم که تو منو قبول داری، و اگر تو منو قبول نداری، من برخوردی کردم که تو منو قبول نداری. اگر من 20 زدم، خودم باعث 20م شدم، و اگر 100 زدم، خودم باعث 100ش شدم. و سلام نامه شد تمام. هر آن چیزی که فکرشو بکنی دست خودته. این 5 ماه هم باز دست خودته. و من یقین دارم، مطمئن دارم، اطمینان دارم اگه یه روزی روزگاری یه انسان بره جلو کوه وایسه، برگره به کوه بگه آقا جابجا شو، کوه اگر جابجا نشد به حرف طرف نخند، تعجب کن چرا کوه جابجا نشده. این واقعیتی، انرژی درونی یه انسان که چیز کمی که نیستش که. مطمئنم من و تو میتونیم از پس 4 تونه کتاب بر بیاییم، یقین دارم که میتونیم بر بیاییم. حالا فرقش تو اینه که آقا یه نفرش 7 دور دوره کرده، من و تو 5 دور دوره کنیم، من و تو 4 دور دوره کنیم، اوکی. ولی از امروز یه برخوردی میکنیم، یه جوری فکر میکنیم که اصلا دنیا آخرتمون عوض کنیم،
دنیا و آخرتمون رو عوض کنیم. اول از چی شروع میکنیم بچه ها؟ از گفتارمون. چرا این همه ناامیدی اومده سمتت؟ چون همش داری میگی، تو حتی حرف خوبت هم زشته. برمیگردم میگم آقا فکر میکنی نتیجه کنکور چجوریه؟ میگی امیدوارم که خوب بشه. امیدوارم یعنی چی؟ نگو امیدوارم. وقتی میگه امیدوارم یعنی ندارمش، یعنی به شانس من اعتقاد دارم، شاید بشود شاید نشود. آقا جلسه اولی که اومدیم تو کلاس اینو با هم گرفت زدیم، گفتیم یه زمین ناخودآگاه داریم، یه باور داریم که اصلا ببین احمقه، ببخش این لفظو به کار میارم، زمین ناخودآگاه ما احمقه، هر چیزی که بهش میگی همونو میپذیره. نگو امیدوارم نتیجه بگیرم، نگو امیدوارم نتیجه بگیرم، بگو میدونم که نتیجه میگیرم، مطمئنم که نتیجه میگیرم. گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد. اگر قرار بر این باشه که به کام تو نگرده، بهتره که اصلا نگرده. قبلا گفتم، باز هم یک بار دیگه تکرار میکنم، آدمیزا چیز عجیب غریبیه، یه میله فولادی بذار بین دوتا دست دیگه، فولاد که سفت‌تر نداریم، این مثال قبلا زدم، بذار بین دوتا دستت اینجوری تکون بده، بعد یه مدتی از این فولاد هیچی نمیمونه، ولی حالا دوتا دستت رو بچسبون به هم دیگه تکون بده، هزار سالم که به هم دیگه بمالی، غیر از این که دستت کلفت‌تر میشه اتفاق دیگری براش نمیفته، دست از بین نمیره. آدمیزاد موجود عجیب غریبیه، ولی متاسفانه انقدر بار منفی آوردی رو ذهن خودت، حتی دارم بهت میگم ایشالله گفتنت هم با ناامیدیه. برای چی آقا جون؟ یادت روز اول شروع کردی به نیت رتبه یک شدن، به نیت بهترین شدن. امروز همون روز اوله، فردا همون شنبه ایه که منتظرشیم، فردا همون شنبه است. امروز اولین روز از بقیه زندگیته. آقا ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، من ناامید چی برای از دست دادن دارم؟ بیا حداقل توی این مدت درست فکر کن، شاید یه چیزی به دست آوردیم که قطعا به دست خواهیم آورد. لطفاً 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 حواستون باشه که چی داری میگی. بابا تو هر چیزی که از دهنت در میاد تو ذهنت میشینه، چون خیلی از ما فکر نکرده حرف میزنیم، چون اگر فکر کرده حرف میزدیم که این حرفا رو نمیزدیم، نمیگفتیم شاید مثلا امیدوارم انشالله، میگیم قطعاً 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 من میتونم. به خودت انقدر بگو تا باور کنی. هر چیز بعد از 21 روز عادت میشه، بعد 92 روز باور میشه. بس بس کنکور نیست بچه. من دلم میخواد شما دکترهای موفقی باشید، من دلم میخواد شما مهندسهای موفقی باشید، دلم میخواد شما چه میدونم حسابدارهای موفقی باشید، تو هر جایی که هستی آدم موفقی باشید. بس کنکور که تموم میشه 5 ماه بعد. آقا به خودت ثابت کن که میتونی تو همین 5 ماه. من اینو قبلا گفتم، باز هم براتون تکرار میکنم، ببین هر چقدر زمان بیشتر باشه خطا بیشتره، هر چقدر وقت بیشتر بدن خطای ما بیشتره، هیچ وقت یادت نره. اگه به تو هزار سال وقت بدن، تو مطمئن 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 باش تمام این هزار سال رو تلف میکنی، روز آخر به فکر میفتی، تو چیز زیادی از دست ندادی. مطمئن باش کنکور رو شاید ما واقعا بتونیم به دو تا قسمت تقسیم کنیم. یادتونه بهتون اوایل سال گفتم دی و بهمن وقت استرس، همون اتفاق افتاد، پس به حرفای من ایمان دارید. هیچ وقت نگفتم بیاید من براتون کنکور رو فلان میکنم، نه آقا اصلا از این حرفا نیست. من از صاحب کمپانی هستم، نه آدم خاصی هستم، نه هیچ چیزی، من یک مشاورم، یک لشکر یک نفرم با شما، من کاپیتان یه تیمم، فقط همین که قرار با هم دیگه گل بزنیم و میزنیم و میزنیم، باید بزنیم. گفتم دیو بهمن میاد سر وقتت، اوکی اومد سر وقتت، ولی میدونی کی آوردش؟ خودت آوردی. میدونی چرا؟ چون تمام توانایی های خودت رو زیر سوال بردی. میخوای عزت نفس و اعتماد به نفس یه نفر رو میخوای زیر سوال ببری؟ کارش رو زیر سوال ببر، زحمتش رو نادیده بگیر. بابا تو زحمت کشیدی، حالا رفتی زدی 20%، اوکی آقا زدی 20%، چه ربطی داره؟ تو زحمت که کشیدی. بس این نیستش که کسی از کسی تعریف بکنه بچه، بس بس اینه که قدردان زحمات خودتون باشید. آقا تو زحمت کشیدی تو این 4-5 ماه، به اندازه خودت زحمت کشیدی، به نسبت پارسا روزی 1 ساعت بیشتر زحمت کشیدی، 2 ساعت بیشتر زحمت کشیدی، قدردان این زحماتت باش. من چه وقت باش دانش آموزی تندی نکردم، چه وقت جب و عصبی نمیکنم، چون میگم دونه بدونتون، دونه بدونتون داری زحمت میکشید تو این مدت. هر کسی رو با خودش بسنج. رقیب کدومه؟ رقیب تو خودتی، رقیب تو درون خودته، رقیب تو اون کسیه که تو خلوت باش حرف میزنی، ذهن خودته.
هی یه چیزی رو تکرار میکنین تو خودت، تکرار میکنین تو خودت. میگم بهترین لفظت اینه که میگی امیدوارم قبول بشم، امیدوارم قبول بشم. چی؟ من قطعا قبول میشم. یک تصمیم بگیر، قطعا 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 قبول میشم. این اولین شرط. دو، اینقدر نگو من به این قبولی تو کنکور نیاز دارم، آدم نیازمند بدبخت به هر چیزی. من به این قبولی نیاز دارم. تو خودت کاملی عزیز. وقتی خداوند رحمان و رحیم میگه از رگ گردن به تو نزدیکترم و هنر خلقت رو به تو آموزش داده، هنر خلقت رو بر تو نهادینه کرده، تو نیاز به هیچ چیزی نداری. و اگر و اگر و اگر و اگر چیزی به تو اضافه بشه، فقط به تو اضافه شده. تو خودت به تنهایی هیچی کم نداری. تو نیازمند هیچ چیزی نیستی. تو نیازمند هیچ چیزی نیستی تو این دنیا. ببین چرا میذاری مقوله کنکور شخصیت تو دگرگون کنه؟ قربون قدت بشم، چرا به خاطر یه آزمون به پدر به مادر به اینور به اونور؟ تقصیر تو نیست. فکر تو ولی درست کن، تو مقصرش نیستی، ولی تو میتونی اصلاحگر این ماجرا زین پس باشی. آزمونمو خراب میدم، میشم هزار مدل صغرا کبرا میچینم، حالم بد بود اومیکرون گرفتم، معلم اینجا رو نرسید. و آقا ببین شخصیت تو میمونه، شخصیت ضعیف در تو میمونه. آقا من رفتم این آزمون رو دادم، من رفتم این آزمون رو دادم، چه خوب چه بد. اون یه عدده. تلاش خودتو چرا زیر سوال میبری؟ منم اگر اینجا وایسم کلی مثلا صحبت کنم برای شما، چه به صورت رایگان چه غیر رایگان، وقتی آخرش اینجا از من تشکر کنی میگم قربون قدرت بشم، دفعه بعد بهتر از این ظاهر میشم، ولی وقتی اینجا برگردی بگی چرت و پرت نگو برو خونتون، خب معلومه دفعه بعد دیگه نمیام. آقا قدردان زحمات خودت باش، همونطوری که من برای شما ارزش قائلم. تو داری زحمت میکشی، تو چرا فقط به اون عدد داری نگاه میکنی؟ به زحمتت نگاه کن، قدردان خودت باش. نگو به این قضیه نیازه. تو به هیچ چیزی غیر از رحمت خداوند نیازمند نیستی، به هیچی. تو این نویا به هیچی. یه جور آب و راستفال زیر پات بلرزه از همین لحظه. چهارت کتاب شخصیت تو عوض کرده؟ چهارت کتاب اینقدر ضعیفت کرده که به هر چیزی دست میندازی برای اینکه ضعف تو چهارت کتاب رو توجیه کنی؟ خیلی خوب، کتابه درست میشه، شخصیته چی میشه؟ نذاری این اتفاق بیفته. تو نیازمند هیچ چیز نیستی، پر از قدرت هم هستی، پر از قدرت هم هستی. آقا امتحانش کن. آقا از امروز با این سیستمی که بهت میگم برو جلو. مورد سوم، نگو نمیتونم، نگو وقت کمه، نگو نمیشه. نون اول افالو ورده. چرا میگی نمیتونم؟ داری به ضمیر ناخودآگاهت فرمان میدی. بابا بیشتر نتونستن الانت به خاطر فرمانیه که خودت دادی. روز اول گفتی نمیتونم، روز اول گفتی نمیتونم، و این رو هی تکرار کردی و اون نمیتونم اول باعث شد نمیتوانم ها به وقوع بپیونده. بچه جانم لطفاً پیام ندید، قربونتون بشن، بذارید آخرش بخشو حتما با هم کلی کیف میکنیم. گرفتی چی میخوام بهتون بگم؟ تو وقتی میگی نمیتونم، یعنی تمام امواج منفی رو داری واسه خود جذب میکنی. برای چی نمیتونی؟ یکی از دوستای خیلی خوبه من اینجا حالا اتفاقی دیدم پیامشونو، این دوستام میگه اگه زحمت نکشته باشیم چی؟ خیلی خوب نکشتی، تموم شد، دیروز گذشت، تا کی میخوای تو گذشته زندگی کنی؟ تموم شد آقا، امروز تو ببر. کوسر جان امروز تو دختر خوبم ببر. تو سعی کن امشب به کنکورت یه گل بزنی، فقط امشب، فقط همین 4 ساعت، از یه جا شروع کن. شما چرا فکر میکنید بقیه دارن دنیا رو میگیرن تو عقب موندی؟ این خبرها نیست، من دارم میبینم. خواهش میکنم ازت دیگه نگو نمیتونم، بگو میتونم. حتی به دروغ بگو میتونم، حتی به دروغ. ضمیر ناخودآگاه تو گول بزن. بهت گفتم اصلا عقل نداره ضمیر ناخودآگاه، هر چی که بگه همونو برات رقم میزنه. آقا همونو برات رقم میزنه. انقدر بگو تا دروغ تو باور کنی. دیدی میگن دروغ مثلا کار بدیه؟ چرا؟ چون بعد از یه مدت آدم دروغشو باور میکنه و بعد اونی که نیست اتفاق میفته. خیلی خوب، چقدر خوبه که آدم این دروغ رو باور کنه. بگو همش به خودت، بگو همش به خودت، بگو. بچه ها برای خودتون عادتهای خوب بسازید، عادتهای خوب بسازید بچه ها، عادتهای درست و حسابی بسازید.
موج منفی ندید، این یه عادت بشه براتون. صبح زود بیدار شم، این یه عادت بشه برام، نه فقط واسه درس. قبلا در موردش یه اشاره‌ای کردم. آقا تو مگه نمیخوای پزشک بشی؟ تو مگه نمیخوای مهندس بشی؟ پزشک 6 صبح باس بره بیمارستان، تعارف باهات نداره. مصطفی جون، امیر حسین جون، عارف جان، شما فردا باید برید بیمارستان، باید برید سر مریض. 5 صبح نمیتونم نداره دیگه. من فردا صبح کتاب زیست نیست، فردا دارم نمیدونم ایمونولوژی میخونم، فردا دارم زوبوتا میخونم، من دانشجوی چه میدونم پزشکی هستم، من الان دارم دوره انترنیمو میگذرونم، الان استیجرم، الان دارم تخصص میخونم. عادت خوب برای خودت بساز، چه در مورد خوش لباسی، چه در مورد خوش حرف زدنت، چه در مورد رفتار درست، همه چیز. از فردا بهتون گفتم بچه‌ها، فردا مگه شنبه نیست 23؟ فردا همون شنبه‌ای که دنبالشیم. الان که این کلاس تموم شد میریم اتاق پتاق و قشنگ تمیز میکنیم درجه یک. توی اتاق کثیف درس نمیخونیم، مگه بی شخصیت هم من؟ همه رو مرتب میکنم، تر و تمیز. فردا صبح اول وقت اگر باشه 4 تا کتاب منو بشکونه که دیگه فایده ای نداره این دنیا اصلا. راز خلقت، گل عالم بسرشتند و به پیمانه زدن، چرا پس این گلو سرشتن؟ که تو موفق بشی، که تو لذت ببری از این دنیا. بچه ها لذتی که تو جوونی آدم میتونه داشته باشه از اطرافش و از لحظاتش، هیچ وقت تو سن بالا نمیتونه داشته باشه. و تو به دنیا اومدی که لذت ببری. بهت گفتم هر اتفاقی داره برات میفته سمت خودت ها، فقط خودت، فقط تو، فقط خودت. تو اگه از روز اول میخواستی تا الان 100 شده بود، درصد داد میخواستی شده بود. تو میدونی و خدای خودت، نخواستی نشد، بخوا از این به بعد بشه. اگر احساس میکنی 5 ماه رو از دست دادم و همه چیز رو از دست دادم، پس این 5 ماه همه چیزه. ما 5 ماه دیگه داریم، یه همه چیز دیگه داریم. اصل قصه از الان به بعده. تو فکری اگه تو خواب بودی بقیه بیدار بودن؟ نه، خیلی خواب بودن. باز دم تو گرم که بیداری الان اینجایی، باز دم تو گرم که نمیخوای ولش کنی، باز دم تو گرم که نمیخوای بپذیری شرایط فعلی رو، اومدی تغییرش بدی. مگه نگران 5 ماه نیستی؟ 5 ماه دیگه خب داری، 5 ماهی که اصل قصه است. هممون همینیم. فکر نکن این قصه قصه توه. هر چقدر به امتحان نزدیکتر میشیم جدیتر میشیم. باید براتون میخوام حساب کتاب کنم، کیف کنین ها. بچه‌ها یه چیز باحال براتون بگم. دقت کردین کسایی که کنکور میدن؟ تو رو خدا این حرفم رو قشنگ گوش کن. دیدی طرف کنکور میده؟ آدمی که الان خیلی خسته است، خیلی ها رو ما دیدیم اصلا تجربه شدیم. من خودم جزو کسایی هستم پشت کنکور موندم و فارغ التحصیل بودم به اصطلاح سال بعد و نتیجه گرفتم تو کنکور. ببین الانا که رسته بودم دیگه خسته و پنچر و درب داغون و فلان و اینا، این آدم خسته پنچر درب داغون کنکور رو که میده 3-4 روز که میگذره خیلی خوب میخوابه، بلند میشه، بیرون میره، سینما میره، یه دوری میزنه، موبایل بازی میکنه، همه چی اوکی. روز پنجم میگه خب که چی، تموم شد، کاری نداریم. بعد کنکور چه اتفاقی من قراره بیفته؟ به اورانوس که نمیخوایم سفر کنیم، که همین زندگی عادیمونه بازم. نه، چرا 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 آقا چرا فکر نمیکنی الان بعد کنکوره؟ بیا همین الان فکر کنیم، الان مرداده، کنکور دادیم تموم شد، الان اعلام نتایج اومد، من رتبه‌ام شده 20000، سارنگ رتبه شد 20000، بیا شروع کنیم دیگه. میدونی چرا؟ چون سارنگ پیش خودش میگه من میتونستم ولی وقتمو درست استفاده نکردم. کسی که دوباره شروع میکنه فکر میکنه که نمیتونسته. نه خیر آقا جون، مطمئنه که میتونسته ولی از اوقاتش درست استفاده نکرده و بهره نبرده. مگه جز اینه؟ اگر غیر از این بود که دیگه شروع نمیکرد. به خدا قسم کسایی که دنیا رو ساختن، به خدا قسم کسایی که این تکنولوژی رو تو این دنیا آوردن، والله بالله و تعالی از شما کم هوشترن. به خدا قسم از شما کم هوشترن. من میگم آقا بله سارنگ، بله امروز مرداده، امروز شهریوره، من تصمیم گرفتم یک بار دیگه کنکور بدم. خیلی خب، الان یه بار دیگه هم باشه، وقتی هست که بسم الله. چرا میخوام از ای جمع بندی کنم؟ ای چی؟ آقا من کلا کنکورم 5 ماه وقت داره. آقا واسه همه 12 ماه بوده، واسه سارنگ 5 ماه بوده. آقا 5 ماه زحمت میکشم، 17 ماه نمیکشم. من میتونم. بکن، هر وقت نشد بیاق منو بگیر. تو این کارو انجام بده، اگر نشود بیا یقه منو بگیر. حالا باز برات میگم چرا. بیا پیش خود یه فکر کن، یه حساب 2-2 تا 4 تا فکر نکن اصلا داریم توهم میزنیم. ببین حتی به دوست خوبم که گفت الان زحمت نکشتم، باشه عزیز، تو اگر بچه بدی بودی الان اینجا نبودی، تو اگر شرایطت راضی بودی دختر خوبم الان اینجا نبودی،
تو از نخوندنت راضی نیستی، تو شخصیتت بهت اجازه نمیده. حتما حتما تویی که میگی من نخوندم تا الان، آره خیلی خوب، اگر گلت نخوندنی بود و تعصب روی ماجرا نداشتی و خودتو رو صندلی‌های پایین جامعه میدیدی، قربون قدرت بشم الان اینجا نبودی، اینجا چیکار میکنی؟ تو که نخونی برو خونتون، خاموش کن برو، واسه چی اینجایی؟ پس نیستی اون آدمه. حالا بیا وارد این مسابقه بشین، مسابقه که برندش خودمم، مسابقه که رقیبشم خودمم. من میتونم الان براتون 400 تا شاگرد بیارم، براتون اسم میبرم، زهرا سلقوری، مهسا سیاری و و و زهرا امرو. برید آقا توی اینستاگرام من اصلا هستن این برای بچه‌ای که بهتون میگم، برید باشون چت کنین، بگو آقا از کی اومدی بیش از کری، از کی این اتفاق برات افتاد. به والله قسم از همین موقع اومدن، ولی من هیچ وقت نمیگم تو حتی خودتو با اون مقایسه کن. خیلی ها بودن از الان شروع کردن نتیجه نگرفتن، خیلی هم از الان شروع کردن نتیجه گرفتن، ولی بحث اعداد نیست بگیم 100 نفر نشد 100 نفر شد. رفتارها چه شکلی بود آقا؟ رفتارها چه شکلی بود؟ اعتماد به نفس داشته باش آقا. کنکور من تو 5 ماه تموم شد، راه ندادن تا الان، الان تازه گفتن آقا شما میتونی کنکور بدی. اصلا فرض کنیم تو مملکت 5 ماه وقت هست برای کنکور، به خدا قسم اگر 300 سال هم وقت بدن تو همین برخوردو میکنی 4-5 ماه آخر رو جدی میگیری؟ 5 ماه هم وقت بدن همین 5 ماه رو جدی میگیری و سلام نامه شد تموم، بحثی هم ما هم دیگه نداریم. الان وقت اصل ماجراست. حالا من میگم آقا یه حساب 2-4 تا میکنیم، اصلا نمیخوام فقط بس این باشه انرژی خوب بگیریم، میخوام با واقعیت به حساب و کتاب بکنیم با هم دیگه. امیر یه صفحه بهم میدی؟ کدوم برم؟ اینو. خیلی خوب بچه قشنگ این نکته رو قشنگ بهش توجه بفرمایید. چی میخوام بگم؟ یک درس رو براتون مثال میزنم. مثلا من سارنگی که رشتم ریاضی بوده، مهندسی عمران خوندم تهران، براتون یه مثالی میزنم از دوران مثلا فرض کن دانشگاه خودم. سارنگ عسکری برای قبول شدن در رشته عمران در تهران احتیاج دارد بر فرض مثال ریاضیش را مثلا 70 بزند. بر فرض داریم میگیم دیگه، درسته؟ بر فرض سارنگ، این نیاز سارنگه. بچه قشنگ گوش کنید، اول شرط موفقیت شما از الان به بعد که میتونید اینه که بشین اینقدر نگو نمیشه تمام. امروز رو از الان بسی برو بشین حساب کتاب کن، تا شب بشین صندوق تو بشمر. آقا فقط نگو اینو میخرم اونو نمیخرم، برو داراییاتو بشمر، برو ببین چقدر داری، چی رو دوست داری، فرق بین داشته تو و دوست داشته تو چقدره و تو چقدر کم یا چقدر زیاد داری، تا من بتونم تو هفته های بعد به قشنگتر و دقیقتر بتونم بگم چه کار بکنیم. بیا قشنگ حساب کتاب. آقا سارنگ برای رسیدن به چیزی که دلش میخواد باید 70 بزنه بر فرض، درست؟ سارنگی که الان اینجا هست یا 0 یا 20 یا 30، یه میانگینی رو حساب میکنیم، سارنگ الان 30ه، سارنگ الان 30ه، ولی برای اینکه بتونه به اون نقطه موفقیت برسه باید 70 بشه. اوکی آقا جون چقدر کم دارم امیر حسین؟ 40 تا سارنگ کم داره. چرا دغدغه 100 داری؟ تو 40 تا با موفقیت فاصله داری، نه 100 تا، نه حتی 70 تا. آقا داشته ها تو احترامش بذار، دلیل نداره که تو حالا رفتی دو تا آزمون رو خراب کردی، آزمون رو خراب کردی ربطی نداره، تو سوادشو داری، 4 تا آزمون میزنی 4 تا تحلیل میکنی به حقت میرسی، اصلا ربطی نداره. به خدا قسم دانش آموز بوده، والله قسم دارم بهتون میگم دانش آموز بوده، به حضرت عباس دارم قسم براتون میخورم که آقا توی اصلا آزمونای آزمایشی اصلا اوضاع اولش خوب نبود، تو قلمچی مثلا تعرضش 5700 بود، چون قلمچی رو میداد براتون مثال زدم، خدا شاهد رتبه زیر 100 شد، شاگرد خودم بود، ربطی نداره. قرار نیستش که اون برای تو تعیین تکلیف بکنه، تو رفتی که برای اون تعیین تکلیف بکنی. پس دیگه بیخیال اصلا از این اعداد بیا بیرون، تو که میدونی کجا وایسادی. بهتون باز هم بچه دارم بهتون تاکید میکنم، ازتون خواهش میکنم به رحمت خودتون احترام بذارید، بگو سارنگ دمت گرم، آقا من الان مثلا اینجا نیم ساعت حرف میزنم، میام اینور برام مهمه همه برام تاس بزنم مثلا، ولی اول اصلا خودم میگم دمم گرم، کلاس خوبی رفتم، بچه‌ها خدمت کردم، انرژی خوبی داشت کلاس،
به من بعد بزندن که برگردم بگم الکی رفتم این همه راه رو مثلا خونم تا دفتر کلاس اینا اومدم تا استودیوشو، نه نه نه، من زحمت کشم و دمم هم گرم. پس ازتون خواهش میکنم قدردان زحمات لحظه به لحظه خودتون باشین. حالا بچه‌ها چیز منطقی ریاضی با هم دیگه حل و فصل داریم میکنیم. 70 میخوام 30 تا دارم، 40 تا میخوام. خیلی خب 40 تا چقدر؟ مثلا آقا تو کنکور من 4 ماه وقت دارم، بر فرض کمش داریم حساب میکنیم، یعنی 4 تا یه ماه دارم، درست شد؟ بله. من تو هر ماهی اگه 10 درصد اضافه کنم که حله که، یعنی چی؟ یعنی هفته 2.5 درصد. تو چرا دغدغت 70ه؟ تو 2.5 تا میخوای هفته ای؟ مگه چه اتفاقی قرار برات بیفته؟ با تکنیک برو جلو. آقا کسی که از الان شروع میکنه میگه من صفرم میخوام شروع کنم، بابا هیچ ایرادی نداره، به خدا قسم هیچ ایرادی نداره. تو اصلا نیازی نیست همه رو صد بزنی. آقا یه سری فصل رو میذاریم کنار، چه اشکال داره؟ میذاریم کنار، هر کی میخواد بعدش بیاد بذار بعدش بیاد. آقا من سارنگی که مثلا اگر حسابانم رو 70 بزنم دانشگاه دولتی تهران میتونم قبول شم رشته فلان، چرا باید دنبال 100 بگردم؟ حساب اینو میکنم، این فصل رو نیستم آقا، بذار کنار، اونه که هستی رو به دست بیار. که دارم بهتون میگم توضیح داره براتون میگم انشالله. اگر واقعا تو خودتون تغییر ایجاد کنین، والله قسم میتونین تو این مدت یه اتفاق خوبی رو رقم بزنین. حتی باز دارم تاکید میکنم برای بچه هایی که با من مشاوره دارید و حیاتون باعث میشه که به من نگید یه چیزی، هیچ اشکال نداره اینا رو یاد بگیر خودت رو برنامه اجرا کن، اگر حتی روت نمیشه به من بگی. ته قصه بچه موفقیت شما مهمه، هیچ چیز دیگه مهم نیست. و میدونی چون میتونی بشی، تو رو خدا بشو، تو رو خدا بشو وقتی میتونی بشی، حیفه. من از الان تا روز کنکور اگر بتونم هفته 2.5 درصد اضافه کنم برد کردم، تموم بازی. هفته 2.5 درصد این روزی کمتر از نیم درصد، خیلی کمه بچه، خیلی کمه. با یه سیستم درست و حسابی من حالا هفته آینده، یعنی تو جلسه آینده، چه برای بچه‌هایی که پیش من نیستن، چه برای بچه‌هایی که شاگرد خودم هستن، میام اینجا براتون یه دونه برنامه طراحی میکنم. من فرصت اینو ندارم واسه همه بچه‌ها بشم دونه بدونه برنامه‌ای رو بنویسم غیر از شاگردای خودم، ولی اینجا بهتون کمک رو میکنم، حتما بهتون یاد میدم. تو که حتی از صفر هستی، طرف میگه آقا الان چه کار کنم، نپرسازم بهت میگم قشنگ، به جلسه بعد میگم، مثلا جلسه بعدو میذارم براتون برنامه نویسی بهت یاد میدم، تو مشاور خودت شو، چه اشکال داره؟ فردی رو تو شاید یه نفر نتونه با ما بگیره، تو یادش بده، هیچ اشکال نداره. پس ببینید بچه‌ها خیلی مهمه، به جای اینکه بگی نمیتونم، امیدوارم بشم، حالا اینجوری میشه، من که کاری نکردم، من که آزمونم خرابه، آقا ولش کن دیگه، بشور اون آدمو، بشور ببره، ولش کن تمام. امروز قشنگ اتاق پتاق مرتب تر و تمیز، فردا شنبه است، این شنبه همون شنبه است، باز دارم تاکید میکنم، الهی به امید خودت قشنگ بشین امشب ریاضی اینم، شیمی اینم، فیزیک اینم، نمیدونم زیست اونم، اقتصاد اینم، ادبیات اونم، فلسفه منطق اینم، گسسته اینم، همه رو دونه به دونه برای خود درست کن. منتظر چه اتفاقی با این هستا، تو خدای انرژی خودت، منتظر اصلا با این هستا که تو به درس بده، خودت برو جلو، یا علی بگو برو جلو، محتاج هیچ کسی تو نیستی غیر از خداوند رحمان و رحیم، تو نیازمند هیچ کمکی نیستی غیر از کمک خداوند رحمان و رحیم که هر لحظه با توه. آقا موفقیت مال توه دیگه، مال من که نیستش که، برو بگیرش، برو یا علی بگو بگیرش، شمش کن بره دیگه، بابا برو همین الان بلند شو برو تمومش کن، آقا بلند شو برو تمومش کن، به خود قسم واسه موفق شدن یه دونه دلیل کافیه، ولی واسه نشدن 100,000 تا دلیل میتونیم بیاریم. بابا آدم بد شدن خیلی انرژی میخواد تا آدم خوب شدن. تو میتونی مثلا من الان با لگد بزنم به این دیوار، به امیر مثلا حرف بد بزنم، این میزو بشکنم، اون تلویزیون رو هول بدم، خب من باید تمام این کارا رو بکنم تا بشم آدم بد؟ فقط کافیه که بیام اینجا وایسم بگم امیر جان خسته نباشید، کارام بکنم و برم، به من میگه آدم خوب. پس ببین بد بودن سخت‌تر لامصب، قبول نشدن سخت‌تر تا قبول شدن. هر چی بودی رو بشور ببره، ولش کن آقا، ولش کن هر چی بودی رو. 5 ماه مونده دیگه، نه باز دارم بهت میگم قصه 5 ماه گذشته رو داره میخوری، پس اون 5 ماه خیلی اهمیت داشت، 5 ماه اصل گل قصه مونده، اصل زمان نتیجه گیریت مونده، اصل بازی مونده، بدو آقا بلند شو جمعش کن بره. نیازی نیست سارنگ هولت بده، سارنگ کیه؟ سارنگ کجا وایساده؟ تو باید سارنگ هول بدی.
من باید افتخار کنم تو سال بعد شاگردم بودی، من باید عشق کنم وقتی که میبینمت. پس شرط اولش چی شد بچه؟ بشینی حساب کتاب کنی چقدر نیاز داری. میگی صفرم صفرم، دختر خوبم، تویی که میگی من صفرم، خیلی خوب، بری تو کنکور صفر میزنی، اوکی. افهمی الان تو هفته 3% میتونی به خودت اضافه کنی؟ تو کنکور میشه 40-50%، رتبه 50,000 تو که میتونی بکنی 7,000، بکن. بعد ببین تمام اینها رو وقتی به کار میبندی حالت خوب میشه، تمام اینها رو وقتی به قول معروف میندازی تو بازی حالت خوب میشه، تا ننداختی تو بازی حالت خوب نمیشه. به نظرم عادتهای خوب خوشگل بکن، باز دارم تاکید میکنم عادتهای خوب و خوشگل بکن. آقا عادت بکن تو خونه مرتب باشی، عادت کن صبح بلند شی. نمیتونم نیست بگرانشو پیدا کن. ببین همین رو هم بتویم واسه نکردن این کار آدم هزار تا دلیل میتونه بیاره، ولی آدمی که واقعا میخواد صبح بلند شه میگه آقا من باید صبح بلند شم، از تمام ابزارش استفاده میکنه، ساعتو کوک میکنه، به مامان میگه، از این پیس پیسا آب پاش کنار دستش میذارن، لیوان آب میزنه میرزه رو صورتش. کسی که واقعا واقعا دلش میخواد اتفاق بیفته، تو واقعا دلت میخواد بگن الان اینجا چه کار میکردی آخه؟ چون میدونم میخواید دارم بهتون میگم حساب کتاب بکنید در وهله اول، میبینی انقدر نیازته. بسم الله، حالا باید ببینیم چجوری اون حساب کتابمون رو به قول معروف به یه عدد درست و حسابی تبدیل بکنیم. یه مورد خیلی عرض کردم بچه، من امروز نمیخوام خیلی با تون حرف بزنم چون صحبت این شکلی با این صدای بلند قطعا بعد شما گوشخراش خواهد بود و به همین خاطر من فهم میکنم که جلساتی که این تیپی هست رو یه مقداری کمتر بذارم، که یعنی از نظر زمانی کمتر براتون بذارم که تأثیرش رو شما باشه و بتونین به تمام این حرفا فکر کنین. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، شاید یه نکته یه که بسیار بسیار مهمه بچه، درسته کنکور رقابته، ولی اصلا از هیچ رقیبی نترس تو این دنیا، از هیچ رقیبی تو این دنیا نترس، که اگر رقیب تو رو زد تقصیر خودته، اگر رقیبی از تو پیشی گرفت تقصیر خودته. نذار تا خم نشی هیچ کی سوارت نمیشه، خم نشو دیگه، تا خم نشی هیچ کی سوارت نمیشه دیگه، خم نشو. ببین یه حساب کاملا دو تا چهار تاست، منو میبینی؟ من نه خودم از کسی بالا میدونم نه پایین میدونم، من اصلا خودم با هیچ کس مقایسه نمی کنم. من خدا شاهده والله و بالله و تعالی تمام همکارای من همه حرفه‌ای، سوپر حرفه‌ای، بسی اصلا ندارم. هر کی داره از وسطش زحمت میکشه، هر کی اندازه تجربهش داره زحمت میکشه، هر کسی تو این کار هست، تو هر کاری هست طرف داره زحمت میکشه، کاری ندارم. ولی من خدا شاهده والله و بالله و تعالی تا این لحظه از زمان، نه خودم رو با کسی مقایسه کردم، خدا رو شاهد میگیرم، من تا الان یک کلاس مشاوره مال کسی دیگر رو ندیدم، حتی تو اینستاگرامم برید مشخصه، نه پیج فیک دارم نه غیر فیک دارم، هیچ، یه دونه پیج دارم، نه کسی رو میبینم نه هیچ چیزی، چون میگم خودم بلدم. ببین خودم بلدم، خوبشم بلدم، من این رو بلدم که روز اول تو باید تکنیک خوندن از من یاد میگرفتی که گرفتی. امروز تکنیک خوندن دیگه به دردت نمیخوره، حالت باید خوب بشه، باید دو تا چهار تا رو یاد بگیری. کی میخواد به من چیزی یاد بده وقتی خودم بلدم؟ نمیگم بیشتر از همه، نمیگم کمتر از همه، اصلا با همه کاری ندارم، من منم، تو هم تویی. تراز خودت رو با تراز خودت مقایسه کن. به خدا قسم دارم بهت میگم، به خدا قسم توی که تا الان هیچی نخوندی میتونی رو رتبه زیر 1000 بیاری، به خدا قسم میتونی. قصه میکلانجو یه بار براتون گفتم، نمیدونم حالا شاید خیلی بر بچه ها ندیده باشم، به هر حال این فیلم ها وقت میخواد، همونطور که من همیشه توی اینستاگرام به بر بچه هام گفتم، آقا زمانی که من پستی میذارم صحبتی میکنم لایوی رو برای بچه‌ها میذاریم دیگه زیرش ننویسین آقا دمت گرم و فلان و اینا، ولش کن، من راضی نیستم آقا جون، هیچی ننویسید. چرا؟ اون زمانی که میخوای تایپ کنی برو یه دونه تست ادیت بدن. میدونی چرا؟ دمت گرم تو به درد من نمیخوره، قبولیت ولی خیلی به دردم میخوره. تعریف تو الان از من به درد نمیخوره که عزیز، تو قبول بشی من کیف میکنم، تو کیف میکنی، از ته دلت میای میگی فلانی برام کرد. 5% هم سارنگ موثر بوده تو قبولی من،
اون برای من این دنیا میارزه. حرفو که ولش کن، من میتونم به 2000 نفر بگم اون زیر اصلا شاگرد من، بیام بزن، خودتون میدونین چه خبره. ولی تو وقتی قبول بشی کیف میکنیم. به خدا قسم تویی که تا الان چی نخوندی زیر 1000 میتونی بیاری. یه علی بگو جمع جورش کن بذار بره پی کارش. میگم قصهشو گفتم ولی چون قصه باحالیه باز براتون میگم. میگم میکلاژ یه روز یه سنگ خیلی نخراشیده نتراشیده ای رو بکش داشت با خودش میبرد، یکی از دوستاش میبینتش میگه میکلاژ این چیه داری با خود میبری؟ میگه این یه مجسمه خیلی خفنیه دارم میارم کارگاه. رفیقش میگه خدای میکلاژ دیگه دیوونهش رو رد داده کلا. آقا این داستان میگذره. یه ماه بعد دو ماه بعد اون دوست بر حسب اتفاق میره تو کارگاه میکلاژ. میکلاژ که میدونین دیگه مجسمه تراش و نقاش این چیزا بود، میره تو کارگاهش میبینه آقا یه دونه مجسمه اصلا بی نظیر رو میز کار میکلانجه. میگه آقا این چیه؟ این معجزه چیه اصلا؟ این روه اینو تا کجا آوردی؟ گفت یادت اون سنگر اون روز داشتن میآوردن؟ این مجسمه تو دل اون سنگه بود، ولی برای اینکه خودشو نشون بده موانعی سر راهش بود. من موانع رو برداشتم خودش نشون داد. شما موانع دارید، ایشالله میشه، نیاز دارم به فلان، من که نمیتونم، من تو این کنکور کاری نکردم، من آزمونم خراب شد، اینا موانع است، بتراش بریز دور. 5 ماه گذشت، قصه فیله نباش. میگن یه فیل خیلی گنده ای رو با یه دونه تناب خیلی باریک به یه دونه چه میدونم چوب خیلی مثلا ضعیفی بسته بودن، فیلم تکون نمیخورد. یه یارو داشته اونجا رد میشده به صاحب فیله، میگه آقا فلسفه چیه؟ فیله به این گندگی چرا اینو نمیکنه بره؟ یه تکون بده که اصلا کلا آش با جاش میکنده میشه از جاش. اون چرا هیچ حرکتی نمیکنه؟ گفت میدونی قصه سر چیه؟ این زمانی که بچه بود افرض من اینو با همین تناب به همین چوب بستم، این بچه بزرگش نمیرسید، خیلی تقلا کرد که خودشو رها کنه از این بند، ولی زورش نرسید. یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار تلاش کرد و نشد. دیگه بعد از اون تلاش نکرد. حتی الانم که بزرگ شده این باور تو ذهنشه که اون چوبه نمیشکنه، این تناب پاره نمیشه. پس این باور با چیکار میکنه؟ حالا باورت نشه آقا 5 ماه نخوندی، بی خیال، ولش کن، تناب بشکن بیا بیرون، چوبو بشکن تناب پاره کن بیا بیرون، تمومش کن، ولش کن، فیله که نیستی که، تو انسانی، اشرف مخلوقاتی، خدا از روح خودش در تو دمیده. وقتی میگه از رگ گردن به تو نزدیکترم، تو خالقی، به خدا از پس 4 تا کتاب برمیای. بابا ببین یکم از بچگیت نگاه کن، لامصب هر چی خواستی به دست آوردی، کیف خواستی به زور، کفش خواستی به زور، آدم خواستی به زور، اینو خواستی به زور، بیرون خواستی بری به زور، مهمونی خواستی بری به زور، ولی به دست آوردی. تو همونیا، دلت میخواست بری مهمونی، حالا باید دلت بخواد. تو اگر دلت بخواد تو این 5 ماه کاری میکنی که طرف تو 5 سال نتونه بکنه. به خدا قسم، به خدا قسم، منی که ادام میشه، منی که میگم آقا من ریاضی خوندم، من اینو بلدم، من اونو بلدم، حالا من البته در کنار شما ادعایی ندارم، به خدا قسم اگر ماها با هم دیگه شروع کنیم شما از من جلو میزنید، به خدا قسم از همه معلماتون حتی جلو میزنید، به خدا قسم جلو میزنید، چون شما جوونید، چون شما مغزتون کار میکنه. بکن اون تنابو، مهم نیست 5 ماه پیش کنده نشد، مهم نیست. تو فکر کردی مثلا من طیب و طاهرم؟ تو فکر کردی من موقع درس خوندم اشتباه نکردم؟ تو فکر کردی همه مثلا روز اول من نشستم مثل بنز خوندم؟ بابا همه آزمون خطا دادیم، سرت سلامت. یه یا علی بگو فردا شنبه است. من دلم میخواد واقعا فردا شنبهه باشه، دلم میخواد الان تموم که شد برید، بهتون گفتن کتابا رو مرتب کن، بابا همه کتابا رو بذار جلو، تمام کتابای اصل کنکور. حالا کاری ندارم تو از یه در 600 کتاب داری یا نه، من اعتقادم اینه که یه کتابو 6 بار بخون. حتی من جلسه بعد اگر شما بخواید میگم در مورد این چیزا میتونم قشنگ براتون راهنمایی کنم بچه از این بعد چه کار کنید که برسید به اون نتیجه. ببین من خیلی ها میگم تو خیلی تبلیغ نمی کنی و فلان و اینا، میگم آقا من نیازی ندارم، خب روز خدا به 4 ساعته، من به اندازه‌ای که وقت دارم خب شاگرد دارم، شاگرد خوبم دارم، خیلی هم دیگه رفیقیم، خیلی هم حال میکنیم. یعنی ببین من که اینجا وایسم اصلا میگم آقا نیاید لطفا سمت ثبتان رو با من، چون جایی وجود نداره. من به همین خاطر تو اینجا به برای بچه‌ای که شاگرد من نیستن یاد میدم چه کار کنن، حتی بچه‌ای که بچه‌های گل منن ولی باز دارم میگم با من حیا دارن انقدر خوبن، من باز اینجا یاد میدم. به در مورد کتاب میگم چیکار کن،
در مورد جمع‌بندی بهت میگم چیکار کن، در مورد برنامه بهت میگم چجوری بخون، ولی یادت باشه اول اصلا باید خودت ریکاوری کنی، اون تناوبه رو بکن. من دو هفته بعد که اومدم یه عالمه فرشته جلوم نشسته باشه از اون تندیسایی که تو محل کار میکلانج بود. بسیار بسیار چیز مهمیه. بی خیال پس شد رقیب. من به عنوان کاپیتان تیم شما میگم کاری به کاریش کس ندارم، دم همه گرم، ان‌شاءالله همه هم موفق بشن و همه هم کارشون درست هستن بسینه، ولی من کسی رو نگاه نمیکنم چون خودم بلدم، خوبم بلدم، خیلی هم خوب بلدم. عقبه من نشون میده، امسال منم نشون خواهد داد 1401. تا شما هستید مطمئنن هیچ وقت ما کوچیک نمیشیم تو کنکور، مطمئنم اینو. پس دلم میخواد دقیقا هانیه تا تو برنده نشی این بازی تموم نمیشه. قربونت بشم آتوسا جون، مرسی عزیزم. 100% بچه ها حالتون رو خوب کنید از الانم تا دو هفته بعد. قشنگ بچه های من گوش کنید، هیچ کسی تو این دنیا با پرخوری زور زیاد نشد. اوکی؟ ما هم دنبال این نمیگردیم که همه فصل رو بخوریم. نه آقا جون، هر کدومتون شروع کنید برفرض ریاضی، تجربی، انسانی، هر چی که هستی، یادت باشه بعد نقطه قوت درست کنی. همه رو به اعتیاد میدم تو این 5 ماه، من به اعتیاد میدم معجزه بکنی، به خدا قسم. ولی به من قول دادید که 5 ماه بعد حتی مادر پدرتون تعجب کنن، حتی مامان بابا تعجب کنن، ولی این تغییر باید از همین فردا، نمیخوام شعاری حرف بزنم، از همین لحظه شروع کن. نه آقا جون، بشین فکر کن. اگه دونستی با این تفکر کنار بیای، فردا همون شنبه است، همه چی مرتب درجه یک. شروع کن قشنگ. مثال دارم بهت میگم، تو گرشت تجربی است، نگاه میکنی تو زیست دهم کدوم فصل رو پرتست خوشمزه است، مثلا گواره، شروع کن. بی خیال باقا زیشان از این نوینو، اوکی نمیگم این فصلی بعدو، تو از گواره شروع کن که تعداد تست بیشتری داره. تموم شد، از رو تنفس یه دونه به پبر سر وقت قلب، این دوتا رو خوشگل بزن. مثلا دانش آموز 12 هستی، آره، دینی رو از ابتدای 12 شروع کن، برو جلو، نذار به خاطر آزمون آزمایشی کنکورت خراب شه. آقا قلمچی کنکور نیست، گزینه 2 کنکور نیست، کنکور کنکوره. به خدا خیلیاتون با آزمون باختید، حواستون نبوده. آزمون در خدمت توه، آینده ای تو در خدمت آزمونت نیست. بلند شو قشنگ، از همین امروز باز بهتون گفتم تنابو پاره کن، چوبو بشکن، بتراش اطراف تو، یه یا علی بگو با هم دیگه تکنیکی از دو هفته بعد شروع میکنیم قشنگ. هر کسی که واقعا واقعا دلش میخواد تو این 5 ماه یه معجزه ببینه. چرا عید جمع بندی کنیم؟ عید مگه چه فرقی با بقیه روزای خدا میکنه؟ جلسه بعد عید ماست، کلی کلاسای جدید میخوایم بریم، چه بسا بهتر. امکانات فراهم، درجه 1. آقا تو معجزه خداوندی، از پس 4 تا کتاب بر بیار. ولی ازت خواهش کردم کاری که بهتون گفتم بکنید دیگه. نگو ماشا ایشالله، مثلا امیدوارم بشو، ایشالله اسم الله داره بالای سر منه، نگو امیدوارم، بگو حتما من میتونم. اصلا و ابدا و ابدا و ابدا نگو نیاز دارم، بگو یه چیزی میخواد اضافه بشه به سیستم من. نگو نمیتونم، بگو اصلا امکان نداره که نشه، مگه دست خودشه؟ مگه حتی به دروغ به ضمیر ناخودآگاه پالس مثبت بده. از همین امروز مثل پزشک رفتار کن، از همین مثل مهندس رفتار کن، مثل حسابدار. میگم همه رشته ها محترمه، من میتونم پزشکی خوبه اون بده این بده، نه آقا، تو هر رشته دانشگاه خوب وارد بشو، هم نشین خوب داشته باش، درست فکر کن، تو تیم خوبی جاشو، تو تیم برنده دنیا تو بساز. و من دارم اینو به تو قول میدم، ما مگه یه تیم نیستیم آقا جون؟ میگم ما اینجا اسمی نداریم، منم و شما، فارنگ و بچه ها، تو 5 ماه جمعش میکنیم دیگه. این روز 22 بهمن، روزیه که از یادمون نمیره. ولی ازتون خواهش میکنم یه جور دیگه حرکت کن، یه جور دیگه فکر کن. ببین عرفان من الان اینجا از من پرسیده میشه رتبه برتر شو؟ عرفان به عدد فکر نکن، به عدد فکر نکن. آقا خودتو محصور ساعت نکن، تو بنده ساعت نیستی، تو بنده درصد نیستی.
نمیگم معیار سنجش نداشته باشیم، سر وقتش. فعلا فقط شروع کن، بهترین خودت باش. ببین بچه که دانه هیچی نخونده، بذار راحتت کنم. تازه از امروز میگه سارن گفته شروع کنه، من از فردا شروع میکنم. با تمام توانت شروع کن. ببین با تمام توانت شروع کن. موقع شام خوردنت هم درس بخون. هیچ اشکال نه، تو میتونی. نگو نمیتونم موقع شامه. این نمیتونم تو ایجاد کردی. کسی همچین قانونی نذاشته. تو کردی که نتونستی. دیگه بیخیال اصلا این چیزو فکر نکن. فقط بگو میرم جلو میزنم اینترکونم. به هیچ چیزم نیاز ندارم. حتی به سارنگ نیاز ندارم. اگه سارنگ دو هفته بعدم نیومد نیومد، اگه نگفتم نگفت. من تصمیمم اینه که 5 ماه بعد جمعش کنم. چه لذتی داره بچه‌ها. ببینید کوهنوردی وقتی میخوای بری بالا خیلی سخته، ولی از اون بالا وقتی همه چیز رو نگاه میکنی خیلی لذت بخشه و واقعا ارزشش داره. بچه‌ای که تا حالا هیچ چی شروع نکرد، اصلا نخونده دیگه، اوکی دیگه، به ما حالا قصه گفتن که نیستیم که، بس تبلیغی هم که داریم نمیکنیم که، میگیم به صورت کاملا رایگان برای بچه های دوازدهمی مخلصونم هستم، برای بچه های خودم، برای بچه های غریبه، در کنار صحبت هایی که با هم دیگه میکنیم یه سری راهکارهایی هم بهتون یاد میدم، کیف کنید برای جمع و جور کردن ماجراتون. یه جور دوره، شاید یه سری جلسات قبلا میشه براتون که خیلی تاثیرگذار و مشتی و درجه یک. حتی اگر خیلیاتون دغدغه هایی دارین تو دایرکت برای من بدید، من سر حوصله میخونم، هر دفعه در مورد یکی دو تاش باهاتون گپ میزنم، اونایی که احساس کنم که برای جمع مفیدتر هست. عرض کردم کسی که اصلا هیچ کاری نکرده، میگم تازه از آلمان اومده دیگه، دیشب پروازش نشسته، تازه میخواد شروع کنه، میتونی به هزار اینا فکر کنی. دانش آموزی که اینو آوردی، میتونی به رتبه خیلی خوب فکر کنی. مطمئن باش که میتونی. حالا مهسا، بچه ها یه سری سوالایی از من پرسیدید اینجا. کسی که دست و پا شکسته خونده یه چی جمع و جورش میکنه، همه رو هم دیگه در موردش دو هفته بعد صحبت میکنیم، ولی فقط بهتون گفتم شما خودتون از یک نقطه قشنگ فردا شروع کنید. درست شد؟ یعنی اگر خواستی فقط گوارش رو بخونی، ببین یه فصل رو کامل بخون، نه دوتا فصل رو دست با شکسته. 50% گوارش، 50% تنفس. فردا میری تو کنکور، از اون 50% که نخوندی سوال میاد. آقا بی خیال تنفس، گوارش رو تمومش کن تا من بهت بگم چجوری. شروع دمت گرم، عالی. استاد الان شروع کن. آره حتما، از همین الان مبینا، چرا که نه، خیلی هم عالیه. فقط یه چیزی بچه‌ها بهتون بگم، با روشی که انشالله امید به خدا قربونت بشم، از جلسه بعد شروع میکنیم، میگم فارغ از هر زنده باد و مرده باد، اصلا بی خیال، میگم ما یه تیمیم دیگه، فقط هم به برد خودمون فکر میکنیم، هیچ کس و هیچ چیز دیگه هم برای اون مهم نیست. فقط بهتون اینو بگم بچه ها، ما سیاستمون اینه که هیچ درسی رو صفر نمیذاریم، هیچ درسی رو صفر بدبختمون میکنه، منفی، نابود. همه رو اعتیاد میدم، قشنگ بهت میگم اگه میخوای این بشه چیکار کن. تو موتور تو راه بنداز دو هفته بابا، قبل مسابقه هم یه دستگرمی بازی میکنی، یه کاری کن من دو هفته بعد انرژی خوب ازت بگیرم، ببین 100 برابرش بهت انرژی میدم یا نمیدم. اما نمیخوام حرف باشه بچه‌ها، یعنی دلم میخواد روزی که نتایج اومد من بیام این روبرو وایسم بگم کوثر یادته، مهسا یادته زبان به من گفتی، کوثر یادته نصف نیمه گفتی، مهدی یادته به منو گفتی، بعد بگم آقا این کوثر همون کوثر بود، این مهدی همون مهدی بود، این ابوالفضل همون ابوالفضل بود. بعد اون موقع به بچه‌ها بگم هر کی باورتون نمیشه برین دایرکت واسه این بچه‌ها بگید آقا خانم کوثر خان تو که 200 شدی چه اتفاقی افتاد، ابوالفضل تو که 150 شدی چه اتفاقی افتاد، مهسا تو که 300 شدی چه اتفاقی افتاد، سارا تو که مثلا فلان عدد شدی چه اتفاقی برات افتاد. ان شاءالله یه اتفاق بسیار بسیار خوب براتون میفته. امیدوارم که حرفای منو گوش بکنید. ببینید بچه ها، یه سری سوالاتی هستش که عرض میکنم به جلسه بعد مربوط میشه و من واقعا امروز نمیخوام بیش از این طولش بدم. در مورد یه سری صحبت هایی هم هستش که بچه ها ببینید، من چیز رو خیلی بی‌تعارف بهتون بگم، هیچ معلمی بد نیست، همه معلم ها خوبن، اصلا هیچ جا بد نیست. ببین مثلا من سارنگ عسکری که اومدم پشت میزه مثلا کلاسی نو وایستادم، خب یه حساب کتابی کردم اومدم اینجا، مثلا فضا رو دیدم، مدیریتش رو دیدم، کادری که دارن کار میکنن، احترامی که به من میذارن، بر فرض مثال سیستم علمی که اینجا داره ارائه میشه، خب همه اینا رو کنار هم دیگه میذارم، گل بیعیب خدا هممون
بالا داریم پایین داریم بحثی توش نداریم، ولی در نهایت خب یه برآوردی از سیستم کردم و احساس کردم که من اینجا رو بیشتر از همه جا قبول و دوست دارم، درست شد؟ اما در مورد اینی که بگم این استاد یا اون استاد یه مقداری به من اجازه بدید من ورود نکنم، چرا؟ چون همه استادها خوبن، همه استادها بچه جان خوبن، اما سلیقه ها فرق میکنه. بر فرض مثال زبان تدریس من رو امیر حسین متوجه میشه، زبانی یه استادی که حتی بهتر از منم هست شاید به مزاج امیر حسین خیلی خوش نیاد، خیلی سلیقه‌ایه، ما نمیتونیم بگیم این بده اون خوبه این فلانه. پس اگر اجازه بدید من فعلا واردش نمیشم. بچه‌ها در مورد اینه که دونه بدونه بخواید از خودتون بگید یه مقداری خیلی وقتگیر میشه و یه جورایی میشه گفت قربونت بشم امیررضا، حق و ناسه. به خاطر همین من میتونم از تایم خودم بهتون بدم ولی از اینترنت بچه‌ها قطعا نمیتونم این کارو بکنم. یه میگم عرض کردم اینستاگرام منو که خب یه سارنگ عسکری داریم دیگه بلاتین، میتونید اونجا برام دایرکت اگر هست انشالله که فرصت بشه تا اونجایی که وقت یاری بکنه، چون من میگم من متاسفانه خیلی خیلی وقتا گله میکنن که آقا چرا مثلا لایف کم میذاری چرا فلان، میگم بابا من همش درگیر بچه‌ام مثلا فرصتش رو ندارم. باورتون شما نمیشه بچه‌ها، شاید واقعا میتونم بگم صبح از ساعت 7:30 تا 11 شب من درگیر کلاسم، شاگردای خودم میدونن چه شکلیه، بخاطرم یه مقداری زمان کم دارم و محدودیت واقعا وقت دارم، ولی با توجه به محدودیت های کم من هم به شما قول میدم همونطور که قرار شد تو موقع نار خوردن تست زیست بزنی منم موقع نار خوردن دایرکت تو رو چک میکنم و مطمئن از صحبت هایی رو باهاتون جلسات بعد میکنم که کلی از مشکلات شما برطرف بشه ان شاء الله، امید به خدا توی عید بعد از عید تا روز کنکور کنار هم دیگه هستیم و تا زمانی که برنده نشیم اصلا تیم سوت پایان رو نمیزنه. مطمئن باش تو بخوا به زمین ناخودآگاهت فرمان بده، خدا از اون بالا کنترل زندگی من تو دستشه. وقتی اون بالا نشسته اینقدر مشتی و مهربونه، وقتی اون بالا نشسته نگاه میکنه میبینه آقا سارنگ داره برای اون چیزی که رسالتی که به عهده‌اش گذاشتم تلاش میکنه، تو مطمئن باش از بالا باتری دوبل برامون میفرسته. پس ما منتظر انرژی از سمت خداوند مهربان هستیم، امید ما اینه که اتفاق بسیار بسیار خوب براتون بیفته، چه بسا اگر شما بچه‌ها رشته‌های خوب قبول شین، آدمای موفق بشین، ما جامعه بهتر از این خواهیم داشت و تو رفاه بیشتری کنار هم دیگه زندگی می‌کنیم. پس من همیشه آرزوم اینه که یه عالمه شما دندونپزشک بشید که من نیاز نباشه که مثلا برم پیش غریبه دندونامو درست کنم، یا یه عالمه تو مهندسای خوب حسابداری خوب بشید که حداقل ما محتاج اینو نباشیم. یه مقدار این شاید تم خودخواهی من باشه ولی از خدا می‌خوام الهی هر چی که دلتون می‌خواد بهتون بده، الهی هر چی که خانواده‌هاتون میخواد بهتون بده، الهی انقدر به شما انرژی بده، انقدر خدا از روح خودش به شما از همین لحظه بده، انقدر از انرژی خودش خدا بهتون بده که نتونین رو پاهاتون وایسین. یعنی واقعا تنها کاری که میتونم براتون بکنم اینه که از خدا بخوام و دعا کنم واقعا از اون انرژی بی اندازه خودش تو وجودتون بریزه، به امید اون روز، به امید اون روزی که شاید نتایج بسیار خوب و خوشحالی شما بشیم بچه‌ها، یه اتفاق خیلی خوب تو زندگیتون بیفته ان شاءالله. تا دو هفته بعد که شما رو میبینم شما رو به خدای مهربون میسپارم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین، قربونتون بشم، تا دو هفته بعد، خدا نگهدار.